هر سال کشورهای قدرتمند جهان با رونمایی از برترین هواپیمای جت جنگنده خود اقتدار و تواناییشان را در آسمان به رخ رقبا می کشند. با این وجود برای بسیاری هنوز مشخص نیست که کدام جنگنده می تواند برترین هواپیمای جنگی دنیا باشد. با ما همراه باشید تا 11 جنگنده برتر جهان را به شما معرفی کنیم. شماره 11، جنگنده داسو رافال. این جت جنگنده اهرم قدرتمند ارتش فرانسه و یک هواپیمای جنگی است. با تصویب عدم توافق همکاری نیروی هوایی فرانسه با دیگر کشورهای اروپایی، فرانسه تصمیم گرفت تا جت قدرتمند خود را داشته باشد و از این رو رافال را در سال 2001 به خدمت گرفت. امروز این جت با بروزرسانی قابلیت‌های ویژه یکی از بهترین هواپیماهای جنگی دنیا است. شماره 10، مک‌دانیل داگلاس F-15 ایگل. جت F-15 اولین بار توسط بوئینگ طراحی شد و سپس مک‌دانیل داگلاس آن را ارتقا داد. با وجود اینکه 35 سال از تولید این جت جنگنده می‌گذرد، این هواپیما هنوز یکی از قدرتمندترین ها در آسمان دنیا محسوب می شود. شماره 9، جنگنده تاندر GF-17. این جنگنده نسل پنجمی محصول مشترک چین و پاکستان است و با توجه به قطعات مدرن و ارزان قیمت، تولید آن یک افتخار بزرگ برای این دو کشور به شمار می رود. GF-17 اولین بار در سال 2007 به استخدام نیروی هوایی پاکستان درآمد و به جرأت می توان گفت که ستون فقرات ارتش این کشور به حساب می آید. نسخه دوم این جت جنگی در سال 2013 ساخته شد و مأموریت های بسیاری را با افتخار به سرانجام رساند. شماره 8، جنگنده هال تیجاس. هال تیجاس یک جنگنده نسل 4 رومی هند است که جای میگ-21 را در ارتش این کشور گرفت. نیروی هوایی هند از سال 1964 از میگ-21 برای انجام مأموریت استفاده می‌کرد. اما روی کار آمدن این هواپیما که از قدرت مانور بسیار بالای برخوردار است، خلبان‌ها را شگفت زده کرده است. شماره 7، یوروفایتر تایفون. داستان جت جنگنده یوروفایتر با دیگر جت های جنگی متفاوت است. همکاری چند شرکت بزرگ هواپیمایی اروپا مانند ایرباس، BAE و لیوناردو یوروفایتر تایفون را به دنیا معرفی کردند. کار ساخت این جت در سال 1983 شروع شد و در سال 1994 اولین پرواز آزمایشی را انجام داد. پس از شکست دیوار برلین و تغییرات در نظام حکومتی آلمان، سران این کشور قول دادند که این پروژه را تعطیل کنند. با این وجود پس از سالها تأخیر، آلمان جنگنده یوروفایتر تایفون را دوباره به باند فرودگاه برگرداند. شماره 6، F-22 ریپتور. این جت جنگی اولین جنگنده نسل پنجم دنیاست که در سال 2005 به خدمت نیروی هوایی ارتش آمریکا درآمد. با اینکه تولید این جت در سال 2011 متوقف شد، اما F-22 ریپتور با قدرت مانور پیشرفته و مهارت ویژه در رادارگریزی همواره مأموریت‌های خود را با موفقیت انجام داد و از پس نبردهای هوا به هوا به خوبی برآمد. F-22 ریپتور یک جنگنده پیشگام است که به خوبی قدرت مانور، سرعت، رادار گریزی و مهارت آتشبار را در هم آمیخت. شماره 5، جنگنده میتسوبیشی X-2 شینشین. وزارت دفاع ژاپن برای مقابله و جایگزینی یک جنگنده بومی با نمونه‌های خارجی X-2 شینشین را طراحی کرد. شرکت میتسوبیشی کار ساخت X-2 شینشین که یک جنگنده نسل پنجمی است را بر عهده گرفت و اولین پرواز آزمایشی آن را در سال 2016 انجام داد. میتسوبیشی X-2 شینشین قرار است پیش زمینه برای تولید جنگنده نسل ششم ژاپن یعنی F-3 باشد که کار ساخت آن در سال 2027
از سوی ژاپن آغاز می شود. شماره 4 جنگنده شینگیانگ FC-31. شینگیانگ FC-31 یا G-31 دومین جنگنده نسل پنجمی چین است که توسط نیروی هوایی این کشور آزمایش شد. اسرار ساخت این جنگنده بسیار محرمانه بود و آن را در میان رقبای یک سر و گردن بالاتر نگه داشته است. این جنگنده قابلیت‌های پیچیده‌ای در زمینه رادارگریزی و پنهانکاری دارد. شماره 3 جنگنده چنگدو G-20. این اولین هواپیمای جنگنده نسل پنجمی چین است که پس از 20 سال ارتقا در طراحی سرانجام در سال 2011 اولین پرواز آزمایشی خود را انجام داد. چنگدو پس از اولین پرواز تغییرات اندکی را در کابین این جنگنده اعمال و نواقص آن را برطرف کرد. نسخه بروز این هواپیما در سال 2017 در اختیار ارتش چین قرار گرفت و به بیان دیگر این هواپیما اولین جنگنده نسل پنجم آسیا است. شماره 2 جنگنده سوخو SU-57. سوخوی 57 پیشرفته ترین جنگنده روسیه حال حاضر است که توانسته بیشترین فاکتورهای ارزیابی را با بالاترین سطح از آن خود کند. این جنگنده اولین پرواز آزمایشی خود را در سال 2010 انجام داد و بنابر گفته مسئولان این شرکت مبلغی بالغ بر 10 میلیارد دلار هزینه تحقیق، پژوهش، طراحی و آماده سازی آن شده است. شماره 1 جنگنده لاکهید مارتین F-35. نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا از جدیدترین جت جنگی خود در سال 2015 رونمایی کرد. F-35 ویژگی‌های منحصر به فرد دارد که یکی از آنها قابلیت فرود در 3 جهت است. نکته قابل توجه درباره این جنگنده هزینه طراحی و ساخت آن است که به گفته آمریکایی‌ها رقمی بالغ بر 1.5 تریلیون دلار است. با این وجود F-35 به طور حتم برترین جت جنگی حال حاضر دنیاست که در آسمان‌ها قدرت نمایی می‌کند و به عقیده بسیاری تا سال 2070 می‌تواند کارایی خود را حفظ کند.